بیننده های عزیز سلام، به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. وزیر دفاع آلمان دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل آمده است. توماس دی مایزر پس از دیدار با شیر محمد کریمی رئیس ستاد ارتش ملی تاکید کرد که برلین نیروهای خود از افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج خواهد کرد. او میگوید تا آن زمان نیروهای آلمانی به مشوره‌دهی نیروهای افغان ادامه میدهند تا این نیروها بتوانند مسئولیت امنیتی کشورشان را به گونه مطمئن به دست بگیرند. ناتو از ادامه حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در خبرنامه همچنان از برگزاری نشست میان نظامیان افغانستان و پاکستان برای حل این معضل استقبال کرده است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا نیز تاکید کرده است که برای حل این مشکل با پاکستان و افغانستان از نزدیک کار میکند. این در حال است که ادامه حملات توپخانه‌ای پاکستان به بخش‌های ولایت کنر و خاموشی حکومت افغانستان و ناتو در این مورد انتقاد شدید مردم افغانستان را برانگیخته است. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان و شمار از اعضای پارلمان پاکستان تصمیم اسلام آباد برای اخراج 1.7 میلیون پناهجوی دارای مدرک قانونی افغان از این کشور را رد می‌کنند. سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در پاکستان میگوید که پاکستان باید مسئولیت‌های خود در قبال این مهاجران را ادا کند و می‌افزاید تا زمانی که این مهاجران قادر به برگشت داوطلبانه نشدند مجبور به خروج نخواهند شد. در همین حال آفراسیاب خطک، یک سناتور سرشناس پاکستان میگوید که گرچه پناهجویان افغان در حال حاضر بار دوش پاکستان هستند اما آنان اکنون توان برگشت به کشورشان را ندارند. او هشدار می‌دهد که هر گونه اخراج اجباری این پناهجویان سبب خدشه‌دار شدن روابط میان افغانستان و پاکستان خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در مورد ناآرامی‌ها در مناطق مرزی میان افغانستان و تاجیکستان با رئیس جمهور این کشور گفتگوی تلفنی کرده است. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه می‌گوید آقای کرزی همچنان به نیروهای امنیتی کشور دستور داده تا برای بهتر شدن امنیت در سرحدات با نیروهای امنیتی تاجیکستان همکاری کنند. این در حال است که به تازگی نیروهای تاجیکستان برای بازداشت عاملان قتل رئیس امنیت ولایت بدخشان این کشور عملیات را در بخش‌های این ولایت راه اندازی کردند که بر بنیاد گزارش‌ها در این عملیات 40 تن به شمول 8 شهروند افغانستان کشته و زخمی شدند. 4 سرباز یک شرکت امنیتی خصوصی و 2 مخالف مسلح دولت بر اثر یک درگیری دیروز در مسیر شورای هرات غور کشته شدند. سخنگوی والی هرات میگوید مخالفان مسلح دولت شام دیروز کاروان یک شرکت امنیتی خصوصی را در مسیر شورای هرات غور هدف حمله قرار دادند که در نتیجه درگیری میان آنها 4 محافظ این شرکت و 2 مخالف مسلح دولت کشته شدند. با گفته او این درگیری بیشتر از 1 ساعت دوام داشت. ریاست جمهوری کمیسیون را برای واگذاری تأسیسات نیروهای خارجی و نیروهای افغان تعیین کرده است. وزارت دفاع ملی میگوید این کمیسیون وظیفه دارد تا چگونگی سپردن تأسیسات نظامی خارجی را به نیروهای افغان بررسی و عملی کند. شمار پایگاه‌های نیروهای خارجی در کشور به 1300 پایگاه می‌رسد که از این میان 35 پایگاه آن مهم و استراتژیک دانسته شده است. و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور صلح‌بانی می‌گوید که اوضاع سوریه به عنوان بزرگترین نگرانی شورای امنیت باقی مانده و نیمی از ناظران سازمان ملل از سوریه برگشتند. این نگرانی در حال ابراز می شود که درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان در نقاط گوناگون سوریه ادامه دارد و رهبران غربی تنها راه برون رفت از این بحران را کنارگیری بشار اسد از قدرت می دانند. اما آقای اسد تا اکنون به این پیشنهادها اعتنایی نکرده است. این بود خبرها تا این ساعت. سپاسگزارم از همراهیتان.